به نام خدا سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. موضوع برنامه امشب ما هنرمند و هنره. آره، الان زمانه هنرمندان ناشناس و بی هنران مشهوره. همه هنرمندن، یعنی انقدر ادا اصول هنری دارن که آدم دیگه روش نمیشه هنر اصلیشون رو اصلا ازشون بپرسه. حتی سلام علیکشون هم هنریه، با هم دست نمیدن، روبوسی هم نمی کنن. به هم که میرسن مشتا رو میکوبن به هم یه نیمچه بغل، بعد همزمان صدای ماچ در میارن یه ور دیگه. اینا موقع خدافزی میتونن در کمتر از 10 ثانیه 4-5 مدل خداحافظی متنوع ارائه کنن. آرنجش رو میکوبه به دقل دستیش، واسه اونی که یکم ازش دورتره میکوبه به قلبش، به اون که خیلی دورتر وایساده چشاشو نشون میده، یعنی میبینمت. واسه اونی هم که اون سر میز نشسته یه بدن میاد پوزخند میزنه میره. یه سری هم هنرمند داریم که از صبح که بیدار میشن سرشون درد میکنه، میرن کافه سیگار میکشن، قهوه میخورن، پوزخند میزنن. تو کافه میشینن سیگار میکشن، قهوه میخورن، پوزخند میزنن، سرشون هم هی درد میکنه. اینا انقدر هنرمندن که به پوچی رسیدن، میگن هنر ماها دیگه خریدار نداره. حالا آخرین اثر هنریش چی بوده؟ زیر روزنامه دیواری دبیرستانشون یه خروس کشیده آخرین بار. سردرد اینا هم هیچ وقت خوب نمیشه، یعنی صرف نمیکنه که خوب بشه. اگه خوب بشه مجبوره مثلا پیانو بزنه، که خب سخته، سخت‌تر از سردرده. هنر یعنی کافه، قهوه، سیگار، سردرد، پوزخند. اگه 2 ساعت یه بارم که تشنج بکنه که دستشو میبوسی. خوشبختانه بازار کلاس‌های هنری هنوز داغ. یه اتاق 20 متریه، یه طرفش بچه های کوچیک نشستن آموزش فلوت میبینن، یه طرفم بچه های یکم بزرگتر کلاس ژیمناستیک دارن. بعد صدای گریه یه بچه که میاد، میگن این دوتا رو زنگ بزنید مادراشون بیان دنبالشون. پشتک زد، فلوت فرو رفت تو پهلوش. الان کلاس‌های هنری خیلی متنوع شده، یعنی فقط در نقاشی و خطاطی و بازیگری و اینا خلاصه نمیشه. در حال حاضر بیش از 20 کلاس هنری مختلف فقط با همین خمیر نون باگت برگزار میشه. تو یکیش خمیر نون باگت رو با چسب چوب قاطی میکنن، گله های انقدی درست میشه، میچسبونن رو تابلو. تو یکی دیگه خمیر رو با رنگ خوراکی ترکیب میکنن، گل ریز درست میکنن، میچسبونن به در یخچال. یعنی به همون اندازه که تو کیسه زباله ساندویچ فروشی ها خمیر باگت هست، تو کیسه زباله اینا نون باگت تخلیه شده است. یه پدیده ای هم وجود داره به اسم تیپ هنری. تعریف مشخصی هم نداره، یعنی شما اگه صرفاً با یه لنگ جوراب و یه پاپیون بیاین تو خیابون، همه با انگشت نشونتون میدن، میگن هنریه. شلواره انقدر فاقش پایینه
که حتما باید بیخش رو نگه داره. بهش میگن که ببخشید دیگه نقاشی نمیکشی؟ میگه نه دیگه، از یه تایمی به بعد دیگه مجبور شدم شلوارم رو نگه دارم. هنر و هنرمندی از زمانی فراگیر شد که فاز جدیدی از هنر به اسم کپیکاری متولد شد. الان دیگه دوستان هنرمند همه چی رو کپی میکنن. پوستر اکشن ترین و حادثه ای ترین فیلم سال رو کپی کرده، بعد اسم فیلمش فرامرزه. خب لااقل اون مسلسلی که تو پوستر دست تام هاردیه رو دیگه کپی نمی کردی لااقل. چرا باید دست بابای فرامرز مسلسل باشه؟ تو خود فیلمم هرچی نگاه میکنی اثری از مسلسل نیست. طرف خودش متولد سال 74ه، ادای خواننده دهه 40 رو در میاره. بعد رفته دکتر، دکتر گفته عزیزم شما نباید صدا تو موقع خوندن انقدر کلفت کنی، حنجره گشاد کردی. یا مثلا وقتی میخوای تبلیغ خودرو رو توی تبلیغ کپی کنی، باید توانایی های خودروی تولیدیمون رو هم در نظر بگیری. با 120 تا سر پیچ میپیچه تو آگهیت، خب کلن موتور رو سر پیچ میذاره زمین. بعد به جای اینکه سرعت رو کم کنن به گوینده تبلیغ میگن بگو همراه با موتور جدا شونده. الان دیگه کپیکاری از حوزه هنر هم فراتر رفته. مسی و رونالدو رو هم اینجا کپی کردیم. دیدین؟ عینشون رو داریم. به جای 250,000 دلار با 25,000 تومان شامپو تبلیغ میکنن. انقدرم شبیهن که زن مسی چند بار ازش پرسیده واقعا خودتی؟ برو بگو خودش بیاد. خب یه سری از هنرها هم هنوز هستند که فهمیدنشون یکم سخته، یعنی خیلی باید ذهن هنری داشته باشید که درکشون کنید. طرف نمایشگاه گذاشته یه تعداد مثلث در ابعاد مختلف چسبونده به دیوار. بعد دوستش میره نگاه میکنه، برای اینکه بی‌ادبی نشه میگه به به واقعا براوو، چه متساوی و ساقینی واقعا. یه دم هستن تو اینجور نمایشگاه ها فقط تابلوها رو نگاه میکنن میگن واو، یعنی حالا دیده شده که طرف وایستاده جلوی یک تابلو گفته واو چه خطوط در هم شکسته ای. دوستاش دستش رو گرفتن کشیدن گفتن بی بری نقاشی نیست، این نوشته دبلیو سی رو در. همین چند وقت پیش یک هنرمند نقاش نمایشگاه آثارش رو در اعماق اقیانوس برگزار کرد. دیگه کسی که تا اونجا میره کوسم بخورتش باید بگه واو دیگه. الان بعضی از خانم‌ها در دکوراسیون منزل روی موقعیت نشستن شوهرشون هم حساب باز می‌کنن. یعنی آقای شب که میاد باید در زاویه‌ای بشینه که با آجیل خوری توی بوفه و شاخه‌های لوستر تشکیل یک 8 ضلعی نامنظم رو بدن. یه سری از آقایون هم هستن که شغلشون به اجبار سرمایه گذاری
برای گالری‌های هنری همسرشونه. اینا معمولاً در نمایشگاه‌های اول حضور دارن، اما یکی دو سال که می‌گذره از زندان ویدئو می‌فرستن برای نمایشگاه، آرزو موفقیت می‌کنن. و حرف آخر، هنر هم یکی از اون هزاران تعاریفیه که داره معنی و مفهوم واقعیش رو از دست میده. میگه از کجا میدونستی که دلار گرون میشه که خریدی؟ میگه اون دیگه هنر ماست. یه جوری چاقو رو میکشه رو پهلوی طرف که فقط خط میندازه. هنرمنده یارو. هنر فن بیانش بیداد میکنه. یه جوری ماشین تصادفی رو انداخت به طرف که 2 میلیونم به شیرینی داد. یا میگن تو دروغ بلد نیستی بگی، اگه مثل پسردایی سر سوزن هنر دروغگویی داشتی الان خونمون اینجا نبود. اینه که زندگی کردن در این فضای هنرمندانه و تن ندادن به چنین هنرهایی هم واقعا خودش یه جور هنر. یه هنرهایی هم داریم که برای بعضی ها فراموش شده است، هنرهایی که چندان به ظرافت دست یا ثبت نام در کلاس‌های مختلف احتیاجی نداره. کم نیستن هنرهای فراموش شده، هنرهای مثل گذشت کردن، شاد زیستن، هنر راست گفتن حتی به قیمت متضرر شدن، هنر اعتراف به عدم تخصص، هنر قناعت، هنر احترام به شایسته ترها، هنر گوش کردن به جای اظهار فضل کردن 24 ساعته، هنر پذیرفتن اشتباه. این یعنی هنر انسان بودن. خیلی ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و سربلند باشید. خیلی متشکرم. شب بخیر. خدا حافظ.